نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 17 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جواز هجرت فرمودند: هجرت از یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی اگر مستلزم کارهای حرامی باشد و همچنین مستلزم عمل به واجب نباشد جایز نیست، اما اگر هجرت سبب تبلیغ دین و روشن کردن و هدایت دیگران می شود، حتی اگر آن فرد اهل منبر و سخنرانی و ارشاد نیست، اشکال ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند: اگر هجرت برای کسانی که حتی معلومات کافی ندارند اما سبب هدایت عده‌ای حتی به مقدار کم می شود، در چنین شرایطی حتی واجب است، چرا که مقدمه وجود است. اما اگر در این حال سبب انجام کارهای حرامی هم شود، در چنین شرایطی چون تزاحم به وجود می آید، باید دید که در این تزاحم کدام مهمتر است، که اگر واجب مهمتر بود این هجرت واجب و اگر حرام مهمتر بود این هجرت حرام خواهد بود. لذا حکم این مسئله به نسبت افراد و موارد تفاوت می کند. ایشان همچنین تأکید فرمودند: اگر مهاجرت ضرورت ندارد، یعنی ماندن در کشور اسلامی موجب ضرر و حرج نمی شود، اگر شرایط فقط این گونه است، این گونه مهاجرت جایز نیست. اما این مسئله در مورد همه افراد مصداق ندارد و گاه ممکن است که فردی از عوام الناس با مهاجرت به یک کشور غیر اسلامی و اقامت در آنجا مثلا حسینیه درست کند و مجلس و هیئت برپا کند، این کار حتی شاید واجب باشد، چرا که مقدمه وجود واجبات است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. میدونم حسینی و مسجد گاهی واجبه، نه فقط مستحبه، به عنوان اولی مستحبه، اما اگه همین حسینی و مسجد و هیئت و اینا سبب بشه یه عده‌ای ولو یه چند درصد، نه 100% تو راه بیان کمتر گمراه بشه، وقتی میشه واجب. آخ من فیه الکفایی وقتی که نباشه میشه عینی. میدونم واجب کفایی. آیا دنیا به دنیا میاد در مدارسی مسیحی ما اونجا درس میکنه، عقاید اینا همه اولین میرد اینجی؟ اگه فقط این عرض کم جایز نیست، اما اگه این هست یه واجبات کفایی دیگه ای که من فیه الکفایی نیست اونام انجام میشه، وقت میشه تزاحم.